سلام عرض میکنم و درود فراوان میفرستم خدمت همه ایران دوستان. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. امروز مهمان برنامه‌مون خانم سرکار خانم بانو پروین زمانی هستن، در خدمت ایشون هستیم. بانو درود میفرستم خدمت شما. اگه صحبتی با بینندگان عزیز ما داریم بفرمایید که بریم سراغ طرح سوال ها. صحبت من فقط این که بگم به نام خدا و سلام و درود به بینندگان نازنین شما و بینندگان خودم هر جا که هستین، امیدوارم شاد و سلامت باشین و از این کرونا در امان باشین. بسیار نیک بانو. سوالی که مطرح شده اخیراً حاشیه‌ای برای شما و آقای امید دانا ایجاد شده. ایران ستیزان جنایتکار اومدن با آیدی های فیک و اکانت های در واقع نامشخص و گمنام اومدن به شما پیام هایی دادن. من و دیدم در فضای مجازی در واقع صحبت هایی شده راجبش. من میخوام حقیقت رو از زبان شما بشنوم و برای ما و بینندگانمون بگین، تشریح کنین که ایران ستیزان به چه شکلهایی به شما اومدن نزدیک شدن و خواستن در واقع بین ما ایران پرستان رو تفرقه بندازن. خواهش میکنم بفرمایید. خب اول از همه اسم اینا رو باید بذاریم درماندگان بدبخت کثیف. حالا جنایتی خوده شاید تند و تیز باشه، ولی این درماندگان بدبخت که دیگه از همه جا در موندن، دیگه نمیدونن به چی باید متوسل بشن، خیت و پیت شدن. اون برنامه هایی که حالا ما اومدیم گفتیم همه ما و اون ایران بزرگ و نفوذ ایران در منطقه و فرامنطقه‌ای، اینا همه باعث میشه که اینا حالشون بدجوری گرفته و در ضمن نمیتونن به ایران هم برگردن، برای اینکه اینقدر خرابکاری کردن، اینقدر ایران ستیزی کردن که خب دشمن. خب حالا اینا اومدن متوسل شدن به یه ترفندهای زشت و کثیف، مثلا میان خودشون رو جا میزنن به جای امید دانا، با من مرتبط میشن در تلگرام و یه شاید دو هفته پیش دیدم که یه پیامی از آقای امید دانا اومده و من و آقای امید دانا خب یه ارتباطات تلگرامی با هم داشتیم و اون اکانت یه تعداد زیادی پیام بین ما رد و بدل شده بود. از همون اکانت من دیدم آقای امید دانا یه چیزی نوشته در رابطه با اینکه میخواد از همسرش جدا شه و من خیلی تعجب کردم. براش نوشتم شما که تازه خونه خریدین، بچه رو آوردین، این داستان چیه؟ یعنی مشکلتون چیه؟ خب یه مقداری پیام دوباره پیام دادش، پیام‌های خیلی کوتاه میداد. گفتم شما تماس بگیریم با هم صحبت کنیم، دیدم تماس نگرفت. اما در هر صورت من فکر کردم خیلی خوب، تماس نگرفته حتما دوست نداره صحبت کنه، مقابل میخواد. من گفتم که اگر مشکلی هست تماس بگیریم، من با هم صحبت میکنیم. تعظیم به عنوان کسی که با اینکه من نه مشاور خانواده هستم نه روانشناس هستم و خوشحالم که هیچ کدوم اینا نیستم، روانشناسان شاید خود دکتر نهضت فرهودی میگه که خود روانشناسا 95% مشکلات روانی دارن. خب حالا من جزء اونا نیستم، ولی از اونجایی که سال 2007 یعنی چند سال، یعنی 22 یعنی در واقع 14 سال و اندی الان دارم با مؤسسه همسرجون و کار همسریابی کار میکنم و مشاوره های زیادی به همیهنان نازنین دادم، حالا کسانی که حالا میخوان طلاق بگیرن یا در حال طلاق هستن یا طلاق گرفتن. خب در صورت یه دفعه اون در واقع شما ذهنتون رفتش سمت اونجایی که ایشون میخواد مشاوره بگیره از شما و اصلا فکر نمی کردید که پشت این آیدی گمنام ایران ستیزان باشن؟ نه اصلا و ابدا. من ذهنم رفت اونجا و گفتم خیلی خوب، من اگر که مشکلی هست با من تماس بگیرید، خوشحال میشم که کمک بکنم به شما. بعد دوباره پیام داد، اومد گفت من رفتم واکسن فایزر زدم، شما واکسن زدین؟ به خاطر کوچولو رفتم واکسن فایزر زدم. دوباره که کوچولو رو نریم با واکسن بزنیم. باز دوباره اومد نوشتش که آره من میخواستم بیام کانادا، میخوام بیام کانادا.
شما چی فکر میکنی هم چیزی؟ گفتم والا کانادا خبری نیست، من خودم شخصا حاضر نیستم برم کانادا اصلا و ابدا. آمریکا هم خبری نیست، چون جایی که شما هستین جای خوبیه، برای چی میخواییم بیاین این بر؟ خب من اینطوری بهشون گفتم. خب در صورت چیزایی که به اونو گفتم باعث شد که دیگه با من مرتبط نشن. آهان، این یه نکته خیلی جالب، این خیلی جالبه. بفهمید. برای من نوشتم گفتم از شما خواهش میکنم، در حالا من فکر کردم شاید واقعا نه که واقعا فکر میکردم امید دانا خودشه، گفتم لطفا در برای مشکلاتتون با کسی صحبت نکنیم، با کسی این را هم با کسی مطرح نکنیم. خب اینا امید داشتن که من بیام برنامه بسازم فوری بگم که امید دانا داره از همسرش جدا میشه، که مثلا منو با امید دانا رو بندازم به جون هم. دقیقا بله، اینا هدفشون همین بودش که بین ایران پرستان و تفرقه بندازن. این پیام رو نوشتم اونجا، لطفا با کسی در این باره صحبت نکنین. یعنی چی؟ یعنی من خودم در باره این موضوع با کسی صحبت نمی کنم، شما صحبت نکنین، چون که معلوم نیستش که چی میشه، برین مسئلتون حل کنین. یه چنین چیزی بودش، بنابراین دیگه برای من پیام ندادن، یعنی آب پاکی ریختم رو دستشون، دیدن که اینجا چیزی نیستش که بخوام بیان دنبالش. و در هر صورت منم نه به کسی گفتم، نه اصلا موضوعی بودش که بخوام با کسی مطرح کنم اصلا و ابدا، بی خیال. نه اینکه حالا بی خیال باشم که یه اتفاق مثلا این چنینی بخواد برای آقای امید دانا بیفته. فکر میکنم که حتما ناراحت میشدم و واقعا هم ناراحت شدم، ولی این که بخوام برم هوچیگری بکنم این داستانا، اون رول مواسه همسر جون که میاد تو من، همه چیز محرمانه است بین من و یه کسی که با من درد دل میکنه میاد یه چیزی میگه. خب در صورت اینا دیدن که ناامید شدن، دیگه پیامی ازشون نیومد. تا دیروز که آقای امید دانا به من زنگ زد و من فکر کردم زنگ زده در باره اون چیزایی که با من مطرح کرده صحبت کنه، دیدن نه، داره میگه که ببین اکانت منو دزدیدن، اکانت واتساپ و تلگرامم رو، و یک کسانی بودن برای شما پیام دادن، الان افتادن برنامه ساختن ازش، داره روی یوتیوب پخش میشه، صدای شما رو دارن روی یوتیوب پخش میکنن. گفتم خب بکنم، چیزی نگفتم. خودشم خود امید دانا رو فدا سرتون، چیزی نداره که حالا پخش کنن. این هم قدر بدبختن که حالا میخوان. بله، یه مش جماعت واقعا سردرگم هستن و تو زندگی های شخصشون هم که میریم میگاه میکنیم، اینا همشون زن دو زنه هستن، سه زنه هستن، یا دو شوهره هستن، سه شوهره هستن، و اصلا نمیتونن زن و زندگیشون رو نگه دارن. اصلا ما دیدیم اینجا، حالا آمارشون رو داریم. من یه چیزی در واقع در رابطه با خودم بگم، تو این ما چون این موجودات واقعا عجیب رو میشناختیم و میدونستیم که اینا چه موجوداتی هستن و از کجاها میخوان نفوذ کنن، من در این 6 ماهی که آمدم وارد این فضا شدم، روی میز کار رو پر از ضد اطلاعات کردم و اینا رو فرستادمشون یه قاره دیگه و همه اونجا واقعا باید اینطوری باشون برخورد بشه و در واقع هیچ اطلاعاتی از خودمون به این در واقع مزدوران و این ایران ستیزان ندیم که بخوان اینجوری بخوان با آبروی یک انسان متشخص بازی کنن. خب در ادامه دیگه اگه شما صحبتی راجع به این موضوع نداریم بریم. الو میشتم این صحبت همه خانم. حالا در صورت آره این مشکلی نبوده، شما من فکر میکنم که خودشون رو خیت و پیت کردن، چون هم امید دانا خودش تو برنامهش اینو مطرح میکنه، هم من یه برنامه ساختم که بگم یه چنین چیزی بوده، کسی باور نکنه اگه اومدن یه چرندیاتی گفتن، اینطوری نیستش. و در هر صورت اونا میخواستن از من سوء استفاده کنن که من برم اعلام کنم اینو، برنامه بسازم. بله. هدفشون این بوده که تفرقه ایجاد کنن. بله، برنامهشون بوده که تفرقه ایجاد کنن، ولی در نهایت موفق نشدن. حالا یه نکته ای رو که آقای امید دانا با من در میون گذاشت اینه که این کسی که این کارو کرده گویا مغازه موبایل فروشی داره و میگفتش که باید مواظب باشین اینو بگین، کسانی که مغازه شمایی که
میرین تو مغازه موبایل فروشی و میخواین حالا یه تلفنتون رو عوض کنین، قراره یه اپایی رو تلفنتون بریزه، یا اینکه یه مشکلی دارین با تلفن همراهتون و قراره کمکتون کنه که اون رو مسئله رو حل کنه. خب این سمارت فون ها دیگه خیلی پیچیده شده امروز، گاهی گداری آدم ناچاره که کمک تکنیکال بگیره. مواظب باشین که این آدم یا این شخصی که حالا اونجا هست حواستون باشه که چیکار داره میکنه رو تلفن شما. حالا من نمیدونم که آقای امید دانا رفته یه فروشگاه موبایل برای اینکه میگفت من میدونم که این آدم هست، لازم اسم رو نمیدونم تلفن اون مغازه موبایلش رو که کجا هست، و همون جزایر قناری هست، اون شمال اونجایی که آقای امیدانا هست، گفت من میدونم این کیه، اینا اگه خواستین اینو پاپلیش بکنین. من نکردم، برای اینکه اگر احتمال 1% اون آدم نباشه یک کس دیگه باشه، خب اون وقت من میام برای خودم در دستر بی خودی درست بکنم. باید مطمئن باشیم که این آدم مطمئنشیم که برن و در واقع ببینن که یعنی محکوم بشه که بوده، اون موقع میتونیم بیاییم برملا کنیم. ولی الان من فقط هشدار دارم میدم به بینندگانی که این برنامه رو میبینن، به ویژه کسانی که حالا تو افسران جنگ نرم هستن، مثل خودمون سربازان جنگ نرم هستن، حواسمون باشه که تلفن همراهمون دست کی میفته که میتونن برن اکانتای ما رو حالا بدزدن یا آیدیشو بردارن فیک بکنن هر چیزی که. در اصل این اولین باری بودش که یه چنین چیزی برای من اتفاق می افتاد. البته پیام‌های تهدیدآمیز من خودم زیاد می گیرم از همین اکانت‌های فیک، و پیام‌های شاید بسیار زشت و شنیع و از این دست، و اینجا هم برای من مشکل و مسئله درست کردن و درست میکنن همین آدم های آویزون جامعه، همین آدم هایی که وجودشون مضره. اصلا اینا که دارن هوا مصرف میکنن و تنفس میکنن واقعا حیف اکسیژن هستن، که اینقدر آدم های بیفایده و بیمصرف هستن. و مطمئن باشین اغلبشون هم کسانی هستن که توی زندگی شخصیشون شکست خوردن و آویزونهای جامعه هستن این کارا رو میکنن. ولی کسی که عزت نفس داشته باشه، حرمت نفس داشته باشه، از خودش راضی باشه، و اصلا کسی که رفته ایران ستیز و وطن ستیز و وطن فروش شده، این ابتدا به ساکن مشکلات روانی داره. یعنی من میخوام حتی اینقدر تا اینجا پیش برم که بگم کسی که از هویت خودش اینقدر متنفره که میره با سازمان‌های جاسوسی بیگانه همکاری میکنه، باور کنی که اینا مشکلات و مسائل روانی دارن، از خودشون بدشون میاد، از کشورشون بدشون میاد. اینا آدمای نرمال عادی نیستن، اختلالات شخصیتی و روانی دارن اغلبشون، نمیگم همشون. اینجا منظورم این نیستش که یه کسی اگر انتقادی داره به یه چیزایی در کشورمون اینا مریض باشن، نه. خب انتقاد جای انتقاد باید باشه تا پیشرفت ایجاد بشه، ولی تا فعالیت بر علیه منافع ملی کشور بر نمیتابیم ما این موضوع رو. منظور من این خانم وزوز و امثال اون هست، امثال اون هستن، این ننگاورا و وزوزا و اینا واقعا اختلالات شخصیتی دارن اگه برن عمیق بشن توی روان اینها. واقعا میگم در صورت و غافل از این که این بدبختای بیچاره وقتی میشن جاسوس کشور اجنبی، همون کشور اجنبی باهاشون رفتاری میکنه مثل آشغال، مثل ترش. مگر ندیدیم؟ حالا من فکر کنم که این موضوع رو یه خورده الان بذاریم کنار، درست دادون چیزی که لازم بود گفتم.